با درود و خسته نباشید، امروز هم میخوام آموزش تعویض سیمکلاژ ماشین های خانواده سایپا یا همون پراید و تیبا و کویک و ساینا رو بهتون بدم. ببین واسه تعویضش اول از هر چی اینو باید باز کنید، جلو دستتون باز باشه، میتونید هم باز نکنید ولی باز کنید بهتره، جلو دستتون بازتره. اینو از اینجا میکشید بیرون. اینو کامل میکشیدش بیرون. ببین اینجا این پیچ 12، حالا اگه صفر بود با آچار، اگر هم صفر نبود با دست. سلام خوبی آمیری؟ حالا تو بر؟ سلامتی؟ سلام سلام خوبی چون؟ سلامتی؟ دسته بشکنی دسته جان دلم؟ ببین مواظب باشید این دمپر با این پیچ ها و این واشر پشتش گم نشه، ولی اگه یه دفعه سیم کلاژ بریدید و اینا گم شدن، تنها راهش اینه که خودتونی به جا برسونید، یه مهره هرز بندازید با یه واشر پی. حالا یه دونه خود پیچ هم روی سیم کلاژ داره اینجا، نگاه کنید، شما میتونید همین پیچ رو ببندید تا به یه جا برسید، ولی حتما باید عوض کنید این دمپر و اینا هم باید بندازید که کلاژ نرمتری داشته باشید. خب اینا رو که باز کردید، ببین اینا دو نمونه سیم کلاژ دارن، یه نمونهش وزنه داره یا بهش میگن دمپردار. ببین این الان وزنه داره روش، نگاه کنید اینجا، این وزنه هیچی داخلش نداره، یعنی اصلا مهم نیست این وزنه داشته باشه یا نداشته باشه. الان این سیم کلاژی که ما گرفتیم سیم کلاژ معمولیه، هیچ مهم نیست. خب بیاید از اینجا که از داخل ماشینتون بگم. ببین از داخل اینجا یه خار داره، اینو میکشید بیرون. این خیلی مهمه توی ماشین، این خیلی مهمه، به این صورت هم میفته لبش رو به بالا، این نباشه اول حرکت ماشین شدید به لرزه میفته. اینو که کشتید بیرون اینجا یه خورده فیلم برداری هم سخته، اینو میکشید بیرون دو شاخو از اینجا آزادش میکنید. به این سیم که آزاد کردی از جلو میکشیدش بیرون، به جلو الان ببین این سیم کلاژ دمپردارشه یا هم وزنه دارش که هیچ فرقی هم با این سیم کلاژ نمیکنه، اینم معمولیش. ببین اینا دو مدل نگه دارنده یا همون گردگیر دارن که صدا هم صدا رو میگیرن هم باعث میشه عمر سیم کلاژتون بالا بره. اگه این ببین الان این یکی برعکس این اینطوری، اگه این مدل بود باید از داخل موتور جاش بزنید، ولی اگه این مدل بود باید از داخل اتاق جاش بزنید سیم کلاژو، یعنی سیم کلاژو از داخل اتاق میدید میاد داخل، داخل موتور میگیرید که این اونجا حالت نگه دارنده داشته باشه و نذاره گرد و خاک داخل بیاد یا صدای موتور داخل بپیچه. بیایید اینجا، این سیم کلاژ دقیقا از اینجا زیر بوستر، حالا الان یه خوردم فیلم برداریش سخته، میدید میره داخل، ولی یک بار انجام بدید تمام. خب این که رفت داخل، این الان رفت داخل، اینم اینجا قرار میگیره، هم جلوی گرد و خاک رو میگیره هم صدای موتور رو، باعث میشه سیم کلاژتون هم به بدنه گیر نکنه عمرش بیاد پایین. خب بیایید اینجا، سیم از اینجا میکشید بیرون، از اینجا ردش میکنه،
این از اینجا که ردش کردید ببین اینجا یه نگه دارنده داره، حالا مونده اون طرف، اینو باید حتما جا بزنید اینجا. حالا بیت از اینجا هم جاش بزنید. ببین این نگه دارنده رو میگم، این یکی، این باید بیا جلو بیفته روی اون دو شاخه. حالا بدیمش بره جلو که به آخر سر جاش بزنه. ببین اینو که دادید رفت اینجا، اینو میندازید روی پدال کلاچ، به این صورت. این که افتاد این لاستیکی رو میکشید پایین، سیمش رو جا میزنید. سیمو که جا زدید این خار رو هیچ وقت یادتون نه، این خار به این صورت میفته بالای سیم. این اگر نباشه ماشین شدید به لرزه میفته. این خار رو قشنگ با دست فشار بدید. بیفته جا. خب. اینجا این مهره رو دیگه نیاز نداریم، بازش میکنیم. این دمپر رو میزنیم سر جاش. بهتون هم گفتم اگه گم شد میتونید از مهره های هرز استفاده کنید، ولی حتما بگیرید بسش. بعدش هم این پیچ یا هم مهره رو دو شاخش رو به جلو باشه، اینو میبندید. اینجا همون قطعه ای که بهتون گفتم میدید میاد جلو. قطعه رو تو تمام ماشین ها هم داره، یعنی پراید و فرقی نمیکن. اینو میزنیدش جا. سلام علیکم. سلام سلام. خدا قوت. خدا حافظه. اینجا ببین این قطعه رو حتما جاش بزنید داخل، چون باعث میشه آب ما بره داخل سیم کلاژ و سیمو خراب کنه. خب دیگه حالا اینو که جا زدید میرید واسه ریکلاژ نهایی و اتمام کار. ببین اینجا این به این صورت قرار میگیره، اینجا یه فشار میدید میفته جا، هم باعث میشه سیم کلاژ دیگه آسیب نبینه و تحت فشار نباشه، همین که دیگه جلوی صدا موتورم میگیره با گرت و خکایی که میخواد وارد بشه. این خارم ببین هنوز جا نرفته، قشنگ فشار میدید تا قشنگ بیفته سر جاش.